دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا می گوید که نزدیک به 13 هزار تن در افغانستان از اثر رویدادهای طبیعی متاثر شدند. اوچا با نشر این آمار در عکس گفته که 50% این افراد در ولایت های جنوب و شرق افغانستان بودند. این در حالی است که چندی پیش وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی گفته که از اثر باران های شدید در کشور 70 تن جان باختند. در تازه ترین مورد هم در اثر فرو ریختن سقف یک خانه در ولایت لوگر 4 تن به شمول 2 زن و 2 کودک جان خود را از دست دادند. حوادث طبیعی آفت دامنگیر مردم افغانستان. در 3 ماه پسین رویدادهای طبیعی بیشتر زندگی مردم عادی در کشور را به چالش کشیده است. از سرازیر شدن سیلاب ها تا زمین لرزه های شدید. حوادثی که دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل نیز حجم خسارات آن در افغانستان را گزارش کرده است. اوچا در این گزارش آمار آسیب دیدگان حوادث اخیر طبیعی را نزدیک به 13 هزار تن می گوید. حوادثی که در ولایت های شرقی و جنوبی افغانستان بیشتر حس شده است. به صورت مجموعی 12.8 هزار تن در 3 ماه اول سال 2024 در افغانستان تحت تاثیر رویدادهای طبیعی قرار گرفتند که از این میان 3700 تن در منطقه جنوبی، 3000 تن در مناطق شرقی، 2600 تن در مناطق شمالی، 1200 تن در مناطق غربی، 1200 تن در مناطق مرکزی، 800 تن در مناطق جنوب شرقی و 300 تن نیز در مناطق شمال شرقی کشور متاثر از رویدادهای طبیعی شدند. این در حالی است که در روزهای پسین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی گفته که در هفته گذشته در نتیجه حوادث طبیعی 70 تن قربانی شده اند. آگاهان اما خواهان کمک های بیشتر بشری برای آسیب دیدگانند. از آنجایی که افغانستان یک کشور زراعتی و مالداری مان می شود، در حدود 80% مردم افغانستان زراعت پیشه هستند و 60% مردم افغانستان از طریق زراعت تأمین معیشت می کنند. بنان سیلاب های اخیر متاسفانه که تعداد زیاد از زمین های زراعتی و بخش مالداری را متضرر ساخته و از آنجایی که دیاقین افغانستان به اقتش خیلی نادار و یک زندگی بخور و نمید داره و توانی دوباره آبادسازی و یا درست کردن زمینشون نداره، بنابراین اگر در این قسمت بازورین در قسمت تخمهای بذری و همچنان کمک های تکنیکی دنیا و حکومت افغانستان توجه بکنن، میتونه که یک مقدار از مشکلات اینها را حل بکنن. با این همه در اثر فرو ریختن سقف یک خانه در ولایت لوگر 4 تن به شمول 2 زن و 2 کودک جان خود را از دست داده اند.